سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در روزهای گذشته ویدیویی از سعودی اینترنشنال در رسانه‌ها منتشر شده. بحث سعودی اینترنشنال نیست، بحث این ویدیو هم نیست. این اظهار نظرهایی که در این ویدیو می‌بینیم داره توسط افراد دیگری در جماعت برانداز و وطن فروش مطرح میشه که نشان میدهد که مسیر اینها قرار هست به کجا هدایت بشه. از این جهت اون چیزی که می‌بینیم مهمه، چون شما صحبت‌های شاهزاده رضا رو به پهلوی هم که بررسی می‌کنید، صحبت‌های دیگرانشون هم که بررسی می‌کنید، می‌بینید که بازی به این سمت نمیاره و این سمتی که بیاین نقطه‌ای هست که مفصل باید پیرامون صحبت کرد. می‌خوایم بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، با تأمل دقت بکنید. خیلی ها این ویدیو رو دیدن، گفتن که خب اینجا دارن جماعت وطن فروش به این اشاره می‌کنن که اتحادی وجود ندارد، هماهنگی وجود ندارد، هر کسی داره مسیر خودش رو میره، هر کسی داره کار خودش رو می‌کنه. میپذیرم که اینها رو در این ویدیو داره میگه، اما یه سوال از شما دارم. میگه که گفته باشه؟ مثلا شما فکر این رسانه ملی ایران خبر میده که خبر داده باشه؟ سیم رابطه منتقل کننده است؟ نه، داره میگه که به یک نکته برسه دیگه. من وقتی که یک میزگردی راه انداختم، شبکه رایگان که راه نیفتاده، که پول مفت نداریم، که داریم هزینه میکنیم. وقتی داریم هزینه میکنیم، من وقتی میام میزگرد راه میندازم میگویم که اپوزیسیون ایران چیزی در چنته ندارد، دارم میگم که به یک نکته برسم که اون نکته اگر زمانی که محقق شد و افرادی به سمتش آمدن بره به مسیری که خواسته های من رو محقق کنه. خیلی پیچیده شد، درسته، همش مبهم صحبت کردن. ویدیو ببینیم، رمزگشایی خواهیم کرد. ببینیم ویدیو رو. اگر واقع‌گرا باشیم، مشکلی که ما دوستان، اجازه من صدای این ویدیو رو کمی بلند بکنم، کمی صدایش رو تقویت بکنیم برای اینکه بتونیم با تأمل بیشتر بررسیش بکنیم. دوستان یه ابهامی رو بعضی از رفقا مطرح میکردن، میگفتن زمانی که ویدیو پخش میکنیم شما وسطش متوقفش میکنی، نکاتی رو میگی که من توضیح دادم. گفتم ضروریه، باور کنید مثلا فلان کلمه رو میگه هدف داره، من مجبورم روش وایسم. الان کمتر شده، الان من کمتر نکاتو میگم. بهتره اینجوری یا بریم رو همون مدل قبلی، رو ریز به ریزش صحبت بکنیم. اینو داخل پیام ها بهم بگید. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اگر واقع گرا باشیم، مشکلی که ما الان اینجا باهاش روبرو هستیم همون مطلبیه که رئیس جمهور فرانسه به خانم مسیح علینژاد گفته بوده شماها یک اعتراف بکنید که ما بدونیم ما با کی طرف هستیم. مسئله مهم اینه که کشورهای غربی تجارت‌های خیلی قوی دارن. آماری که میدن الان فرزند کشور آلمان در ماه‌های گذشته با ایران تجارت کرده، آمار سرسام‌آوریه. کاملا ببینید ولی نه، اجازه بدید من تموم کنم. و اینها هنوز به تاکتیکی عمل کردن، هنوز به طور مستقیم و به طور عملی نیامدن پشت مردم ایران. و یک مطلبی هم دارن، من خودم از افراد فعال سیاسی مملکت خودمونم میشنوم مطالبی که در پارلمان اروپا صحبت میشه و اینا، میگن که ما از کجا بدونیم که این جنبش موفق میشه؟ خب اینو داخل تعیین خواهد طرف ما کیه؟ خیر، خب این دیداری که مسئول اجاد قومی کلا با مکرون داشت، رسایی‌های عجیب و غریبی رو به همراه داشت. برایش بازخوردهای بسیار تندی رو از سوی جماعت اکانت‌های مخالف حاکمیت شاهد بودیم. خیلی جالب، یک کلکل عجیب و غریب با مسئول اجاد قومی کلا داشتن، کلکل اساسی که فلان شده، تو اینجوری گفتی، نشست یه جور دیگه بوده، این حرفا داره از دلش در میاد. اینا اصلا شما رو به رسمیت نشناختن. طرف برگشته تو نشست به تو گفته که یه رهبر رو به من معرفی کنید یا به من بگید من با کی طرفم بین شما که من تکلیف خودمو بدونم، و تو اینا رو رسانه‌ای نکردی. حرفای این شکلی داره مطرح میشه بین کسانی که از این دیدار عبور کردن. ولی فارغ از اینها من میخوام یه چیزی به شما بگم. ببین علی کریمی رو کجا داره میفرسته؟ میفرسته آلمان. مسعود الجد قومی کلا رو میفرسته کجا؟ میفرسته فرانسه. حامد اسماعیلیون کانادا، نازنین بنیادی سازمان ملل، و هر کدومشون یه جای دیگه. این یه نکته برای شما نداره؟ از دو تا زاویه میشه بهش نگاه کرد. از یک زاویه این که آقا هر کسی کارو با یکی بسته، اصلا این واسه چیزی تحت عنوان انقلاب مردم ایران وجود نداره، یه سری منفعت طلبن، هر کی کارو با یکی بسته. این یه زاویه نگاهه، من نمیخوام بهش ورود کنم، اصلا محل بحثمونم نیست. یه زاویه دیگه نگاه ما میتونیم باشه که آقا هر کسو یکی داره فراخوان میزنه، جذب میکنه. یه زاویه دیگه نگاه این هست که بگیم آقا جون یک ماجرای فراتری داره اتفاق میفته. اینها دارن یادآوری میکنن که همتون رو به رسمیت میشناسیم، میپذیریم که شماها بیاید یه طرف داستان باشید و ما ازتون حمایت بکنیم، ولی همتون بیاید، همتون در کنار هم برید زیر یک سقف. اگر فقط فلانی باشد هواداران اون یکی نمیان، اگر فقط اون یکی باشه هواداران اون یکی نمیان. همتون جمع بشین زیر یک سقف، ما ازتون حمایت میکنیم. آقا جالب به نظر میرسه مثلا مریم رجوی و رضا رو پهلوی و علی کریمی و مثلا اون یکی معصوم رجوی قومی کلاو و فلان و فلان، آقا همه جمع شن زیر یک سقف، بعد بیان مثلا تلاش بکنن در ایران حاکمیتی تشکیل بدهن. چجوری حکومت داری بکن، صبح کی حاکم باشه، شب کی باشه، ظهر چی باشه، نهار چی بپزیم، شام چی بخوریم، آها همه شو همه میخوام بکنن. درسته؟ جالب به نظر میرسه، قابل تامله. برگردیم به اتفاقات 10 سال قبل. 10 سال قبل در جایی به نام سوریه، زمانی که نگاه کردن دیدن لیدری در مقابل بشار اسد وجود نداره. خب اعتراضات بی سر به راه افتاده، اعتراضات بدون لیدر. مردمی که خواستیم، اون کسانی که تحت تاثیر ما بودن، به خیابان ها آمدن، خیابان غرق شده، معترض حرفه‌ای میدان رو گرفته. حالا میدان رو از معترض حرفه‌ای گرفتیم دادیم دست تروریست حرفه‌ای. اینجا یک نفری باید سخنگو باشه. من میخوام مطالباتی دارم نسبت به این حاکمیت، بعد میخوام بزنمش کنار. وقتی زدمش کنار، کشورش چیکار کنم؟ هرج و مرج باشه؟ برای منی که میخوام در منطقه اهدافی را پیگیری بکنم، هرج و مرج در این کشور فاجعه است. یعنی اگه اون قبلیه بود باش که اجدار و مندیس جلو میرفتم بهتر از این هرج و مرجه. پس باید یه کاری بکنم. من برای اینکه بتونم این بازی رو پیش ببرم که اون سیستم ضعیف بشه، اون سیستمی که ضعیف شده رو بتونم باش پای میز بشینم، نیاز دارم اینجا که اتفاقی بیفته. اون اتفاق این هست که اینها در کنار هم بشینن. آیا در کنار هم میشینن؟ نه، چون اختلاف نظر زیاد دارن. چیکار کنم که رخ بده؟ میام یه حرفی میزنم، میگم ببین عزیز شما یه چیزی باید راه بندازی تحت عنوان شورای رهبری. شورای رهبری مثلا گذار. آقا تو سوریه اسمشو چی بذاریم که مردم باش همراه بشن؟ شورای ملی سوریه. این قشنگ‌تره. داره قشنگ میشه. مردم حس میکنن که نه، رهبر داریم، فلان داریم، میتونیم یه کار بکنیم. رهبر کجاست؟ یه سری آدم دور یه میز نشستن، هزاری که اختلاف نظر دارن. آیا چیزی هست که پیرامونش وجه شرک شوشن؟ آره، بر سر رفتن اسد رفع به اصطلاح خودمون وجه شرک دارن. ولی خب این فاجعه ترین بحثه، به خاطر اینکه اون میدونه که تا کجا میخواد بیاد جلو، بعدش نمیدونه چیکار میخواد بکنه. رو بعدش باید بشینن صحبت کنن دیگه. الگو باید ارائه بدن. من چیزم داخل پنتس خدمت شما عرض می‌کنم، شاید بعضی از دوستان من یه حرف بهشون بر بخوره. این واقعیته. این چیزی که من به شما میگم واقعیت، نه اغراق میکنم نه کسی دارم مسخره میکنم. والله اگر اپوزیسیون ایران بروند در یک اتاق بنشینن با یکدیگر گفتگو بکنن، 4 تا آدم عاقل بینشان پیدا بشود و بخواهند یک سیستم برای نظم کنونی ایران به جای جمهوری اسلامی پیشنهاد بدهند، سیستمی که در نهایت بهش میرسن همین جمهوری اسلامی خواهد بود. آخ خیلی حرف رو اعصابی زدم، درسته؟ صحبت اخیر شاهین نجفی نگاه بکنید، یا هر کسی قرار رسیده میشه رهبر اپوزیسیون، ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم ببینیم کیا صلاحیت دارن، کیا حرفای آقای جنتیه. ما نظام عوض کنیم، باید شما آقای جنتی رو بذاریم کنار، شاهین نجفی بره بشینه اونجا، همونه، هیچ فرقی نداره. تو داری از به اصطلاح خودمون تایید صلاحیت صحبت می‌کنین دیگه، داری از به اصطلاح خودمون این بحثی که چیز مطرح می‌کرد چی بود، مصطفی تایزاده یه چیزی رو هم میگفت باید بزنیم توی بحث انتخابات. الان حضور ذهن ندارم، از ذهنم رفته. صبح تا شب بلند میشد توییت می‌زد میگفتش که این صلاحیت کاندیداها رو باید چیشو بذاریم کنار. یعنی همونه داری میگی که یعنی در نهایت تو وقتی جای این قرار بگیری می‌بینی توی این منطقه با این ویژگی‌هایی که این کشور داره و همسایه‌هایی که داره و حقایق میدان در حال برسی و همه الگو، به هیچ چیز جدیدتر نمیرسی، به هیچ چیز جدیدتر نمیرسی. در یه بحث خودمون من باید چند تا کار انجام بدم اگر میخوایم یک شورای ملی را بندازیم. وقتی میبینم که اصلا هیچ راهی وجود نداره، اینا به هیچ چی نمیرسن، فضارم سیستم میتونه مدیریت بکنه، میتونه جمع بکنه داستانو، یه سرسدای تو خیابونا میکنه جمعش میکنه. چیکار باید بکنم؟ باید شورای ملی برای اینا را بندازم. توی شلوغی‌های سوریه چیکار کردن؟ اومدن گفتن که آقا شورای ملی راه نمیافتد الا اینکه تو بتونی اینا رو زیر یه چیزی جمعشون بکنی. بعد زیر پرچم سوریه که نمیتونم جمعشون بکنم، من میخوام کلیت سیستم رو ببرم زیر سوال. من باید پرچم علم بکنم در مقابل پرچم. رفتن یه پرچم در آوردن، گفتن که این پرچم تاریخی سوریه است، این پرچم کنونی چیه، بذار کنار، پرچم ما یکیه. این شد پرچم کسانی که معترض حاکمیت سوریه هستن. زیر پرچم کیا جمع شدن؟ تکفیریا جمع شدن، داعشیا جمع شدن، کسان دیگر جمع شدن، تروریست‌های چند ملیتی در میدان که آمدن. یه شورای ملی هم پیدا شد، میرفت با غربی ها میشست، میگفتش که اون کسایی که در میدان هستن مطالباتشون ایناست، طرف از چین اومده و اونجا زندگی تشکیل داده و اصلا نمیفهمین مطالبه چیه، زبون اینا رو نمیفهمین. اونا داشتن بهره برداری رسانه‌ای و سیاسیشو میکردن دیگه. حرف من اینه مسیری که سالها سر ایران دارن برای کسانی که مخالف حکومت هستن تعریف میکنن همین هست یا نه؟ شما بررسی بکنید تو ایران چیزی که داره اتفاق میفته این شکلیه. پرچمی رو سعی کرده علم بکنه در مقابل پرچم حاکمیت که شما وقتی اعتراضی برگزار میکنید زیر اون پرچمه بری. هرچند تجزیه طلبها توی برلین و جاهای دیگه اثبات کردن که نه، اون پرچم خودشو داره، از پرچم خودش هم کوتاه نمیاد و پای پرچم خودش هم ایستاده. درسته؟ یعنی باز شما چند دستگی رو میدیدید تو قضیه پرچم، ولی دست و پا زدن که حداقل فارسی زبان‌ها رو زیر پرچم جمع بکنن. بعد ببریم کجا؟ ببریم به سمت شورای رهبری. آقا در شورای رهبری میخوای به چی برسی؟ میخوای مثلا مدلت ولایت فقیه باشه، ولایت پادشاهی باشه، ولایت مجاهدین خلق باشه، ولایت مثلا فمینیستا چیه؟ مدل تو دقیقاً چیه؟ نمیتونه به چیزی برسه. وقتی به خروجی نمیتونه برسه، این جمعیت رو اگر بهش نیاز داره راهکار این هست لیدرها رو جمع کنه یه جا. همینی که یکیشون میره آلمان، یکی میره فرانسه، یکی میره کجا، بیاد بهشون که ببین هر کدومتون یه جایی میرید به رسمیت میشناسنتون، همتون جمع شید یه جا که همتون یه جا به رسمیت بشناسیم. بعد بیاد ابله ها رو در مقابل سیستم ایران علم بکنه، بگه از اینا حمایت میکنم، تروریست حرفه‌ای وسط میدان آشوب آفرینی بکنه، اینا هم برن تو نشسته مختلفشون بگن این ندای مردم ایران است، مردم ایران مطالباتشان این چیزهایی است که ما میگوییم، سیستم توجه کن. این بازی هست که برای ما تعریف شده. این نشستی که سعودی اینترنشنال اینجا برگزار کرد رو خیلی ها وقتی نگاه میکنن بگن خب باشه داره اشاره میکنه به اینکه اینها اختلاف دارن، اینها رهبری واحد ندارن. آره اینا رو داره میگه، ولی داره میگه که به اینجا برسه که تو باید شورای ملی بسازی، شورای ملی بسازی که چه چیزی بشه؟ که کشور بشه سوریه. با این دلقک بازیه که ایران نظامش عوض نمیشه که. نهایتش این است که کشور بره به سمت آشوب که چه چیزی رو خوده که غربیه بتونه وقتی میخواد با تو مذاکره بکنه بیاد از طریقی که تو رو در موضع ضعف قرار داده حرف خودش رو به تو بزنه. درسته؟ او در مقابل تو به هدف که نمیتونه برسه. شما یک بار برگردید به سال گذشته برای اینکه متوجه بشید این حرفی که من دارم میزنم درست است یا نه. سال گذشته این موقع اخیراً دیدم آیه مرندی در صحبت خوش بهش اشاره کرد، اون گفتش که اینا اومدن اعلام کردن 365 روز پیش همین روزا گفتن 14 روز بعد، الان اگر با ایران به نتیجه نرسیم جلوشو نگیریم 14 روز بعد بمب اتمی داره. 365 روز از اون 14 روزه گذشته. غرب اینو اعلام کرد رسما دیگه که ما اینجا برنامه‌اش ساختیم گفتیم ایران 14 روز با بمب اتمی فاصله داره و این حرفا این شکلی. آقا از اون 14 روز 365 روز گذشته. درسته؟ الان من بمب اتمی دارم یا ندارم؟ ادعای شما یا راست بوده یا دروغ بوده. اگر دروغ بوده پس تو 365 روز پیش داشتی دروغ میگفتی که منو مهارم بکنی. اگر راست بوده پس من الان باید داشته باشم دیگه. اگر راست بوده باشه و من بمب اتمی داشته باشم، تو تونستی کاری بکنی برای مهار من؟ نه، نتونستی کاری بکنه. برگردیم به امروز. کاری که او داره انجام میده این هست که تلاشای روی میز بذاره برای اینکه ایرانو مهارش بکنه. اگر به این جنبندی برسه که تو فقط 3 روز با بمب اتمی فاصله داری، بازم کاری با تو نمیتونه بکنه، مقابله ای نمیتونه تعریف کنه. مگر اینکه تو رو تضعیفت بکنه و او الان داره ایران رو تضعیف میکنه. او الان داره دست و پا میزنه، آقا 3 ماه ناآرامی رو انداختم، اینجوری کردم اونجوری کردم که در نهایت برسیم به چالش کشاندن ایران دیگه. وقتی که تضعیف شد، دچار بحران شد، درگیر خودش شد، ببین خیلی مسئله است که الان نمیشه صریح مطرحش کرد. ما وقتی درباره ایران صحبت میکنیم داریم درباره سرزمینی حرف میزنیم که این روزها در منطقه خاورمیانه یک سپر عظیم موشکی راه انداخته که از تهران شروع میشه، بخشش تو یمنه، بخشش توی سوریه است، بخشش توی لبنان، بخشش تو فلسطینه. این خیلی چیز عجیب غریبیه. در بسیاری از نقاط دنیا ارتش‌های ناتو آرزو دارن موشکای تو رو داشته باشن، تو باش سپر منطقه‌ای راه انداختی. او چند ساله از دوره اوباما رفتن نشستن با کشورهای عربی صحبت کردن، با عربستان صحبت کردن، با امارات صحبت کردن، ترامپ اومده با اینا صحبت کرده، بایدن و بابای همه اینا رو در آوردن، به نتیجه هم نرسیدن. هر آمریکایی اومده توی منطقه با اینا صحبت کرده، اینا باباشو در آوردن، انقدر زبون نفهم هم بابای این فرد رو در آوردن، در نهایت طرف به نتیجه نرسیده رفته. حالا یه خورده الان شما بررسی میکنین، مشاهده میکنین که آره دارن میرن به سمتی که روی کاغذ یه سپر دفاعی بچینن. تو چه منطقه‌ای؟ تو منطقه‌ای که شما دست کم چیزی در حدود 10 سال است که سپر موشکی خودتو پراکنده کردی تا آن سوی مرزها، تا لب مدیترانه. آ اینا چیزایی که روی کاغذ نمیاد، اینا چیزایی که تو رسانه نمیاد، بعضی چیزا رو نمیشه علنی گفت. حالا من سعی می‌کنم قبلا یه اشاره‌ای بهش داشتم اون موقع که واسه سپر منطقه‌ای دشمنان ایران مطرح شد. الان دیدم اخیراً رسانه‌های فارسی زبان اومدن بس سپره موشکری که گفتون مطرح کردن. حتما یه گزارش این خصوصی براتون خواهم داشت. ولی این چیزی که خیلی نمیشه پیرامون صحبت کرد. اینکه من کجای داستان هستم، دارم چیکار میکنم، زیر پوست این منطقه اتفاقاتی داره میفته. انسان‌هایی در کنار من و شما هستن، اینا حوزه تمدنی مشترک با ما دارن. اینا 200 سال پیش ما بودن، اینا 300 سال پیش ما بودن، اینا 400 سال پیش ما. امروز هم وضعیت خوبی ندارن. آمریکا به وضعیتشون رسیدگی نخواهد کرد. بتونه میاد از سرزمینشون استفاده میکنه. غرب اگر بتونه به وضعیتشون رسیدگی نخواهد کرد. چین و روسیه هم رسیدگی نخواهد کرد. از وضعیتشون میخوان استفاده بکنن. این حوزه تمدنی مشترک ماست. ما میتونیم احیاش بکنیم و اتفاقاتی داره میفته. دشمن اینها رو فهمیده. دشمن اگر میبینی که رسانه را انداخته، یه سری دارن سرگیجه میگیرن، یه سری دارن به اصطلاح خودمون گیج میخورن، یه سری تلو میخورن، به خاطر اینکه او این بازی رو فهمیده، داره حالا مغزهای مردم سرزمینت رو سعی میکنه مورد تهاجم قرار بده که بازیش رو پیش ببره. انتظار میره اون کسانی که ایرانی هستن به ویژه در خارج از کشور کمی به این مسائل فکر بکنن. من درخواستم اگه رفیقی هست داره حرف من رو گوش میده و خیلی منطقه شما متفاوته، نمیفهمه حرفای منو، یه خورده تلاش کن، مطالعه کن در مورد چیزایی که من میگم. ببین من دیگه فرصت ندارم دوباره برگردم این بحثا رو هر روز توی برنامه‌ها بیاریم. قبلا همه اینا رو بررسی کردیم. شما برید پیرامونش مطالعه کنید، بیایید به جمع ما اضافه بشید. بیایید به جمع کسانی که حامی وطن هستن و این مسئله را درست فهمیدن اضافه بشید. این بازی هست که آخرش به نفع ایران خواهد بود. دشمنان ما این رو فهمیدن و نمیخواهن. اگر کشور رو ناآرام میکنن، اگر دلقک بازی را میندازن، شورای چی را میندازیم، شورای ملی کنیم، نه فلان کنیم، داستان سوریه رو میخوان ایجاد بکنن، ایران تضعیف فشاردتون از موضع بالا با کشوری که میتواند در این منطقه حرف اول و آخر را بزند و ملت‌ها رو در دنیا متحد بکند، میخوان از موضع بالا بتون باش صحبت کنن و به خاطر همین به این دلقک بازی ها نیاز دارن. من طولانی‌ترش نمیکنم. اگر احساس کنید نکته‌ای است حتما در قالب پیام برام بفرستین. بسیار ممنونم از دوستانی که عکس و فیلم برای ما میفرستن این روزها و حال ما رو بسیار بسیار خوب میکنن، انرژی ما رو 100% میکنن و امیدوارم بهترین ها پیش روی همه باشه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.